Gran dostan u salamuna u ehtiramuna hrahla ste Spenay khaberay programta na dushanbada da 2020 mi se vikal da jun da miashte shpagama ne ta da stas u khidmat ki u da afghan payam televizioni khabarona da Spenay khaberay barkha da afghanistan pikhu bagi u albata khabaruna dir u taliban u da pangachun ki tashfik kili se afghanistan tarasi masuna fazada yo khabaru Deborah Lyons, the Unama Reisa Agaham, Etminani work with America, United Nations, Yamulgiri Milatuna, Dwara, Nawaritz, Afghanistan, Bankuna, Sukutu, Kiyula Manzalarsi, Amchun under Panchir, Wabaglan, and the Rabut, Gautiga, Tauriki Shayeshuda, Kushtara, Sukatla, Susari Panchiri, Razadanus, Kalishas, Kistandanu. قتل و قتال طالب روا داشته خود مردم اهالی پنچیر بلند شدن که دروغ است یک آواز است ما مسئول هستیم و همچنان برنامه های جهانی غذا برای 10 میلیون آدم افغانستان که واقعا فقیر هستن و گرسنه غذا تهیه می داره یعنی اخبار جالب و اخبار دل خوش کننده در حقیقت بگویم مژده دهنده است او را داریم در کلیپ ها دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع وقت کرزای و یک چند سبای با امرای آقای اشرف غنی هم اینا بودن یک چهره بسیار رزیل وطن فروش و خلقی در دوران خلق و پرچم هم در لابلای سیاست افغانستان و بالاخره وقت طالب مسئله عفو را اعلان داشت و وقت طالبان صدا زدن که هر یکی معاف است و در این به وطنتان برگردین علاوه از بعضی پرچمی های دیگه که آمدن و یونیفرم طالب و ریش طالب تعقیب کردن و که نه به سنت پیغمبر اون عقیده دارن و نه به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلام و نه به خداوند عقیده مند هستن و نه به قرآن و نه سنت افغانی و نه به هیومن رایتس افغانستان همین مردم بودن که مردم یعنی افغان خود از زنده به گور می کردن و امروز چون میگه ماشوار لول می خوره و بوکلمون در هر قالب داخل میشن و به مورنگ خود آرایش میتن یا اموتر بودن دیگه بنان در طول تاریخ افغانستان ای کسای منافقی که حتی یک سوره به نام منافقون در قرآن خداوند لایزال نازل کرده و لعنت کرده منافقین دروغ گویانه که از دولت وزیری یک کلیپ داشتیم و آدم هم بیان داشت اونجا و درمو انگام ضد طالبا که اینا باقی هستن اینا را به قتل برسانین و سرشان را بزنین و ضد چطور چنان اردوی افغانستان را آدم تمجید میکرد اردویی که در رکاب دیگاه میدوید ماشی دیگاه را میخوردن و بالاخره ذلیل شدن و خمیر شدن در برابر زور مردم افغانستان از اونا دفاع میکرد و اصلا کسپای غندی راغله یا سپینه گیره پریخی ده طالب ارتا ولار رو طالب دی خدای غرق کید صدا سی شهامت طالب چه دنیا تا چالش ورک وی تخته ول غند لار الو تخته لل گیدران غندی او تی دریه گی پزیرایی که ده دولت وزیری چه ده ده چلویخ کال خلق وزیری خدای ده غرق کتا با خدا اگر ما همی بودم ریش طالب هم میکندم همونجا برای دولت وزیری با استقبال دولت وزیری و یک آدم که به هزارها آدم زیر قمانده و دیگه از اینها به قتل رسید همچنان از آریانا جان سعید شما لباس پوشیدن مقبولشان دیدین در حجاب اسلامی و باز یک آقا یک پسر افغان لباس زنانه به تنشان شما باور کنید در می امریکا هم در سان فرانسیسکو این مسئله بسیار رایج است که هم جنس بازی و هم جنس بازان و لباسی را که آدم بتن کرده بود یعنی امو کتله شریف امریکا حتی نفرت داره که همیاره میبینن روی خود او طرف دور میتن
بلیاز خدا از وطنی که از در و دیواری از اونا صدای الله اکبر بلند شده از اونجا اینا بیرون میشن باعث الگوی نماینده زن افغان یک پسر لباس زنانه را میپوشه و آریانا جان سعید در اروپا تور کنسرت داره ما براتون میگم که خداوند شما را میبینه هر حبا و دینارتان که برای خرید همی کنسرت شما مصرف میکنین و در قطار اول میشینین و چک چک میکنین و قول میتین خداوند شما را میبینه با لعنت میکنه و به غضب خدا شما گرفتار میشه که در اونجا ملکتان مردم از گرسنگی میمیره و یک زن برهنه رزیل بیرق افغانستان به تن خود دور میته و بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان که شما او را تمجید میدارین از دفاع میدارین و واقعا وقتی خدا شما را میشرمانه اون بیرق به تن امو آدم هم تو یک رزیل یک زن شما میبینین و شما هم که او را تشویق میدارین یقین ما براتون گفته میتونم که خداوند شما را میبینه زیر زربین خداوند شما دور شده نمیتونین که اونجا برای مردم جایی که امو پول بفرستیم که یک بیچاره افغان از گرسنگی نجات حاصل کنه و شما میرین به جیب آریانا سعید و اون بچگه که روسپیگری همی خانم هم میکنه به جیب از اونا خلاصه میدارین خداوند شما را به لعنت خود گرفتار میکنه دمی کنسرت ها اگر شما اندمو حال داخل میشین خداوند و فرشته های خداوند شما را لعنت میکنه و امو خاندانتان غرق میشه ما میره برتان بگو اگر واقعا ذره از اسلام خوب بگذارین وجدان در درونتان است و دفاع از حق بشر میدارین و دفاع از حق زن افغان میدارین در افغانستان امو خانومی که امروز فقیر است و بدبخت است غذای شب و روز خدا نداره طفلش تکدی میکنه و شما میرین کنسرت آریانا سعید با امو لباس شما در سر استیج برای شما اون رنمایی میکنه پولایتان مصرف میکنه لعنت با شما به هر حال یعنی چند خبر بود و همچنان فرهاد دریا زبان گوشایی کرد که ما میفهمیم که فرق میان ما و طالبان چی است ما برای اشرف مخلوقات دلشان خوش میسازیم و اونا دل اشرف مخلوقات متاثر میسازن و چطور میکنن چون بلیاز خدا کی آدم در امو هنر و حتی همی صدای ازی به حد مزهک از هیچ سر و پر همی آدم ندار یقین برتان می و امروز سر استیجامه هم از پول همی چی میگه یتیم خانه های آدم دزدید سالها به نام دفاع از حق یتیم و همی آهنگای دروغین ازی که یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش ما و چطور در حالی که دروغ نگو آقا جان همی کلید خانه پیش با دارایتان بود امریکا همی افغانستان زیر اشغال بود زیر کنترول اونا بود کلیدا نزد اونا بود خودت مزدوری میکدی و غلامی میکدی ترانه میخواندی برای اشغال اتحاد جماهیر شوروی هم شما ترانه خواندین شما وطن فروشای پست آل در ای اشغال همی 20 سال خودت در اونجا هم دزدیدی هم ترانه خواندی هم و اشغال تایید کردین شما را زیلا و همسال شما ولی بلند نشو که دل افغان باید خوش بسازی با چی برین گذاشته هایتان رو ببینین شما واجب القتل استین باید در هر جایی که شما دیده شوین به دادگاه کشنیده شوین دادگاه عدالت و هر افغانی که به می آدم ها میرن و دل خود خوش میسازن لعنت به اون بردن چند چیز بود ما کلیپ ها رو میخواستم عرض بدارم دیگه کلیپ هم داریم مگر او را برای فردا نگاه میدارم چون بیروبار است در لاین های ما بله سلام علیکم بله 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 سلام علیکم علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام مهربانی و کی محترم خطاب سید به دولت و دیدی به دی دمسال و نه هم بتر خلق پا افغانستان که بود به نام دی جبه مقاومت در خلق نسترگ داری نوجدان داری و دی دروغ و نه خپل زانم شرمه و نه خپل فامیلو نه ایم شرمه و نه و شپه و رس به دروغ الله یافته دی در حال چه آثار دیده این نلی دل که گی نن پنشیر سکوت بکا سبات هار سکوت بکا بلور از مزار سکوت شا دقا خلق نپیگم ایمان وجدان غیرت داری که نداری طالبان خو دوم را ارمی اختراک کنگی اختیار کنگی
چې د دولت وزیري په شان د یوه کاذب دروغګوی قاتل نه یې پذیرایي وکړه، شاید سبا یې د دغو موږکانو نم وکړه. موشایی که در کود دیده نمیشه، اوازه میندازه که امروز والا این سقوط کرد، سبا اینجا سقوط میکنه، نمیدانم در تخار جنگ است، در مزار شریف جنگ است. یکم این مردم حیا کنه، شرم کنه. جناب محترم خطاب سید، شما هر وقت چیزی که در دل ما افغان است، پیش از اظهارات ما شما او را بیان کردید، برای ما جای گفتار بسیار نمیمانه. ولی هر کس میدانه که شیر سفید است و غال سیاه، یا غال سفید میگه و شیر سیاه میگه. این شرم کنه از فرانسه برایه، از تاجیکستان برایه. امروز رحمان کلی خودش در سکوت است. او هیچ غلطی به افغانستان کرده نمیتانه. امیدوار استم افغانا تماما قوما یک اتحادی کامل برادری کن و به طالبا از مئیس که دیگه جای حوصله به مردم نمانده، باید مکتبای دخترها آزاد شود تا این دولت به رسمیت شناخته شود. از غفور سیف استاد گرامی، هر وقتی در برنامه میاید ما بسیار را یاد میگیریم. خداوند برای شجر بتن و قاضی سیف و امثال از یا همین برای شما. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بله، سلام علیکم. بله، سلام جناب محترم آقای خطاب. و علیکم سلام، بفرمایید صاحب. لطف میکنید، شما صحت سلامت باشین. محترم خطاب صاحب، بسیار مخلصانه و آزادمنشانه کاری کردین که واقعیت همی چینهای را که اسنادها را هم کشیدین بر رویشان. ولی زمان جناب محترم خطاب صاحب، زمان طوری است که میگه پرده را از چینه ها بر میداره، چه در زود چه در دیر. ما امروز طالب با آمدن یک چند نفر، شاید در آینده هم بیشتر شاهد چیزا باشه. اونمو نشان میده که در اینا تحت حاکمیت پاکستان قرار دارن. مائده که در سال 1838 بین انگلیس و شاه شجاع بود، در او هم اینطور موادا مثلا درد بود که هیچ کس تو بدون اجازه ما نمیتونی در ارگانهای دولت مقرر کنی و هیچ کسی را بدون اجازه ما جای سفر اجازه نداشتن. اینا عین چیزه که آدم فکر میکنه اینا بدون دستور پاکستان آیسای کاری کردن میتونن. ورنه این افرادی که در چهار دهه، شما فکر بکنین، دو دهه از این اگر سوگند نبود، یعنی اعتقاد یا عقیده نداشتن، در دو دهه دیگه از این که کرزه و آقای اشرف غنی بود، در اینجا دست به قرآن میماندن، اینا سوگند یاد میکردن به قانون، به وطن، به ملت وفادار باشن. اما یا نبیبینین امی قسم خورا را دوباره رفتن آمدن به وطن میاین. اینا از بجای از این که مجازات شوند، اینا را مکافات میکنن. کسای دیگه که عسکر بوده او را دولت میپاله و او را به قتل میرسانه. این هست که اگر اینا طالب شکل فرقه سازی را به خود بگیرد، در فرقه سازی اینا اصلا از اسلام هم عدول میورزند. برای از این که رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم فرقه سازی ها را مردود ساخته بود، فقط میگفت که یک امت است، خود همه گیره یک امت ساختند. اینا برخلاف رفتن به سون فرقه سازی و قبیله سازی و اینا، خود از اسلام هم دور ساختند. و در پهلوی دیگه جناب آقای خطاب، در افغانستان هیچ ارگان دولتی یا تلویزیون نمیتونن قضایای افغانستان گویا انعکاس بتن. شما باور بکنید دیروز یک تحریک آزادی اسلام خودم معرفی کرد به سخنگویی آقای پاسون در پل علم لوگر، که اولین عملیاتشان در حدود 22 نفر طالب و اینا کشته بودن. اینا اینی مخالفین خود، اینا اصلا اجازه نمیده و کسی جرات هم نداره که از اینا عکس بگیره یا دیگه. اگر شما لطف بکنین، چون خیلی اینه با واقعیتش همین رو من شما درک کردم که واقع بینانه قضاوت کردین، در فکر ملت هستین، خانیتان آباد، خدا اجر بدهتان. اینی دی چیزا را که شما توجه میکنین، دیگر آخو یک ذره باز بیشترتر از شما دیده جرات پیدا میکنن. اگر لطف بکنین که همی وسبتان ببینین، در وسبا میتونه اونمو اکسا و اینا را همگیر جاری بسازن. افغانستان را نمیتونن با یک رفتن مکتب در دخترها ایرا در سطح بین المللی به رسمیت بشناسن. در یک مملکت قوه اجرایی است، قوه مقننه است، قوه قضایی است. امروز اینا خودشان یک طالب هم قوه قضایی است، هم اجرایی است، هم مقننه است. اینا کلشان فقط بینیم کلش در یک حکومت
هیچ اصلا متکی نیستن، هر کس صلاحیتش دارن در دستش و چنگ مرمی خودش هست، بس روی کی فایر کنه بس روی کی فایر نکنه. این حکومت داری هم این نظام هم نظام دیگه هم که ما میخواستیم نظام اسلامی، در نظام اسلامی شما بهتر میفهمین عدالت اساسی ترین جزش عدالت است. وقتی که تو افراد قسم خور دیگر هم میارن، اگر ماشین ریش از اینا دیگر هم اگر تراش کنن، ببینید شما چقدر از این خلقی هایی که در زمان دکتر نجیب رفته بودن به پاکستان همراه از یا هستن، همین پیلوت های پاکستانی که امروز تیاره چرخکی را طرف انتقال میتن همیش پاکستانی زن. از شما تشکر جناب محترم آقای خطاب، بخیر. بله. خود دو چیز است، یکی است که یک نفر باعث اشتهار میاد که یه آدم قدر بد بود بیاین ما بریم او را در سیاست باعث یک وسیله اشتهار برای آرزوهای بالاتر و ارزشهای بالاتر استفاده کنه. خب میگم رواز، میگم زهر قرد کو که البته یا در هنگامی مواقعی که انسان از گرسنگی میمیره میگن گوشت خوگم خوردنش روا میشه، اگر او باشه که در درون ما نمیفهمیم و در ظاهر و در سطح شریعت اسلام خامی را میگه که اینا واجب القتل هستن و مردم های بشر بدی بودن، اشغال هم پذیرفتن، خیانت های ملی را انجام دادن، او کارا را کنه. دیگه به اول حاض امو سگ تازی را میگه گوشتش حرام است، مگر چه کاری را که میکنه او حلال است، او را میارن اگر از او استفاده شود. من خود ما دل ما والا جغو میزنه برای امی آدم بشر نفرت داشتم از امی آدم در امو انگام که آدم استاد میشد و زد طالب بد میگفت و دیگه معمو موقف همو انگام هم داشت و معالم داشت. و آمدیم بالای پاکستان. خوب پاکستان در غم خود است برادر، تو یک حالی هست در پاکستان امی رژیمی که اونجا تغییر کرده، یعنی در مصیبت خود گرفتار هستن و میر حراس دارن که خود پاکستان از درون منفلق نشوه و از بین نروه که بیای و باز طالب نوکری از او هست و دیگه است. من خود نوکری طالب بود تو یک چیزا بسیار جالب بود. دیروز همین سفیر هندوستان یا وزیر خارجه هندوستان بود فکر میکنم آمده بود در افغانستان برای سرمایه گذاری، هیچ کس صدای خود نکشید که همیان نوکر هندوستان هستن. به مجردی که یک نفر از پاکستان میه و در وزارت خارجه به امرای نامی نشینه علا که نوکر پاکستان نوکر، این خود همین تبلیغی که توسط همین که علا در پنشیر سر میبرن این میان تبلیغ میکنن، باز خود از یا گلا میرن زیر دامن پاکستان یا در امونجا اینا بزرگ شدن، نمو کردن، هویت پیدا کردن. بعضی افغان چیزا رو ما هم یالم اینجا گریختن در مجالس میبینین پاکستان دو میزنه و بابا خود خودت خوازمو نطفه در پاکستان القار شده، در امونجا سیاست تاغاز شده، در امونجا در گهواری از اونا شور خوردین، کلان شدین، پول پیدا کردین، از امونجا از پاکستان میامدین، در افغانستان خود جنگ بود، در تش سرخ بود، باز تا آخر همونجا بودین، دال و چپاتی مپاتی کلگی خوردین همونجا، در دولت آباد و آیت آباد بزرگ شدین، باز آمدین اشغال دیگر پذیرفتین، 49 کشور آمد سر ناموستان پاچایی میکرد و شما سگواره میدویدین در رکابی از اونا، پولای بیوا و بیوزن هم دزدیدین، آوردین، کشیدین، وطن فروختین، حال پاکستان دو میزن. دیگه هیچ چیز برای ازیران دیگر رسوخ نمانده، امی که پاکستان و طالب پاکستانی است. او بخش خودتان زیاد ترانه میکنی من نمیفهم. مخالفین نداره کجا است؟ یکی خب مخالفین بالقوه است، یکی مخالفین فیسبوکی است. ما در فیسبوک دو بزنم مردم ها ویچ به درد نمیخوام. بله سلام علیکم شاهزاده شعیب دسته و چی را میبینم ما. بله شاهزاده شعیب خب برو پس کارت. بله سلام علیکم برادر مادرم خدافه. سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. چه حال دارین؟ خوشم مهربانی میکنی، خوش باشی، زنده باشی. خطاب صاحب انتقادهای شما همگی بجا بود و واقعا همی کلیپ هایی هم که ماندین بسیار همگی جالب بود. اما این به این دلیل نمیشه که آقای اختری بیاید با یک تملق در اینجا پارزم سایدگی کنه و دو لغته پس لغتی بزنه و کلمه های بیرد بزنه. هیچ به یکی دیگر تعلق نداشتی که در افغانستان یک حکومت
مستقل روی کار شده، استقلال افغانستان رسو شده، ایره هیچ کس انکار کده نمیتونه. اما همی که همی آقای وزیری را که خواستن یا بعض وطن فروش های دیگه که آمده، واقعا قابل سوال است و قابل انتقاد است که آیا ایره از خاطر میکنن که برای کسایی که سرمایه گذار است و ایگه پاس یک چند تا کثیف و پست و به اصطلاح مرده را میارن تا که و چی کنن امو اطمینان حاصل شوه برشان که در اینجا بیان سرمایه گذاری کنن، چرا که ما شما دیدیم که بایی خیرات هایی که میایه از خارج ای خونس رو شم دوزی میشه و یک چیز برای مردم نمیشه بغیر از ای که مردم گداییگر بسازه. و در قسمت فراد دریا شما بسیار صحیح فرمودی که ای رزیر میگه که ما برای اشرف مخلوقات وصلا ساعت شتیر میکنم، فقط خود از این شادی است، خود از این خنزیر است، برای اشرف مخلوقات نامده خدمت میکنم. والا بدر دل مرا خوش نساخته، هر قدر که میشنوم کیف نمیکنم این آهنگای زی. این ما اشرف مخلوقات هستیم، ما را خفه ساخته والا جایی که خوش بسوزه. این چوچه شادی ما اشرف مخلوقات خفه ساخته است، خاطر که یک وطن فروش رزیل دروغگوی دوز است. همینجا یک پیتر مافای چرسی یک چیز برات بگویم برادر، یکی همی چند هنرمند اونجا خان سرایید رفت گم شدن، ناجز در گوشای خود آساییدن. یکی ای آدم سیاست دستک میزنه و خاک باد میکنه، یکی همی آریانا سعید رزیل که با ده کانسرت از ما مرکزی که دمی آلمان و هالند و دیگه و دیگه میرن، لعنت خدا سر از ما میشه. این ما برید بگو واقعا خطاب سر شما بزنید که یک دبین همی اونرمنده یا خواننده یک طایفه بسید، مثلا جواد غازیار یک انسان بسیار شریف است که ما شما شنیدیم همیشه آمده در قسمت اشغال موقف بسیار شریفانه داشتن. اما بله. مثلا شوهر هنگامه میاید طالبان بد میگه، خود زنش باید خوانده که من شب لبان داغ تو بر لبان من، خودش یک انسان لدر، یک انسان بیغیرت و آمده در اینجا در موضوعی گفت میزنه که عقلش هم نمیکشه و همیشه خیانت هم کنه. باز یک کار از دیگه از این سازنده بود که همی پرستو و یه انگاب ما بیا گرفتن که ما در این وقت در اون وقت خطرناک ما قهرمان هستیم، ما تابوشکنی کردیم، یعنی نمی که گفتیم که لبان داغ در مملکتی که تو مسلمان بود خدا هر مگی از یا قهرمان کشیدن. او یک شوهر دیگه داره در آلمان، در کانادا دیگه ازدواج کرده، دیگه اولاد و دیگه بله 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 آه کده هم اگرم شما ببینید که اونا چی گرفته دیگه، یک زن کنچنی و خودش هم یک انسان لدر بیغیرتی که آمده نظرهای بسیار چی داره. بله بله. و خود امی فراد دریا نظر از این میگه که ما مردم خوش ساختیم، خب باعث یک مسخره یا باعث یک وقت وقت خوشگذران مثلا مثل از او زرمه یا آراوار که یک انسان لدر همچه ترواز است مثل از او آمده کده، یعنی کدام ازرش هنرمندی نداره. اما انسان تنها برازی جور نشده که بیایه و یک چند خواننده لدر را بایدش را بشنوه. در اینجا موضوعی در افغانستان موضوع استقلالش بود، موضوع حریتش بود، موضوع ناموسش بود، موضوع آینده افغانستان بود که آیا افغانستان یک مملکت مستقل میشه یا تجزیه میشه یا اینا تو مثل نوکر و چاکر و در زیر دست پاکستانی و امریکایی و ایرانی و روس و دیگه می باشه. در اینجا مجاهدین یعنی واقعا که خدمات بسیار بزرگ بر افغانستان یا کردن، از زندگی خود تیر شدن، از در اینجا فامیل ها تباه شدن، برباد شدن، تمام سرمایه خود از دست دادن، مهاجر شدن، فامیلایشان از بین رفت. برای از اینکه افغانستان استقلالش خود پس به دست بیاره و هیره چند تا رزیل خونه میتونه که بیایه بگویه که والا شما مرا ببینید که ما وقت مردم خوش میکنه و طالبتو که این مثل آفتاب وار روشن است و جای مجاهد و طالب بسیار و اونجا یک نفر دیگه لشکریست چیسته تو بخچه گوشت واری هست میشینه و هم پتکی دادم میرفت که اشرف مخلوقات کرد. رزیل است که یعنی از سرعت کدام از یه خطاب سای برگاره خبر یا بیعقل و رزیل هستن. او روز دیگه همی از این بیعقل ها یکی بنام رفی بود، رفی دیوانه که بعد از بسیار دیر
تلفون کرد باز مرا میگه که شولایی شولایی یک توهین است که یک نفر به اسلام مرتد بگویی دیگه بگویی چی شولایی بگویی مگر من فضل خدا تو را نیستم اما امو چی هست یارا ببینید که چقدر تهمت میکنن بهتان میکنن چقدر بیعقل هستن امو گپایی را که 10 سال پیش داده باز میزنن و در غیر از او باز اگه خودش آدم بگویه باز اونو تو دوم میزنن باید این گوره بیای صحیح آدم باره که در گپ من انتقاد کنه اما دو دشنام نزنه این گوره دیگه نخوره سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت بله سلام علیکم بله آقای خطاب عرض سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم هاشم جان سلام علیکم بفرم شما. آقای خطاب اظهارات شما دوست داشتیم شما لطف کردین واقعا صحبت کردین صحبت های شما جالب بود مواد را هم که پخش کردین جالب بود انعکاس درد مردم افغانستان بود من یک سوال دارم یک سوال دو سوال دارم یک سوال اساسی من شما تشریح بکنید دوستان همین دفتر قطر بخش بزنس بالای افغانستان است کمیال فعال است فعالیت های پیش پردیش چی است و پس پردیش خب ما و شما نمیفهمیم چی تصور میکنید شما دوستان که فعالیت های پس پردیش دفتر قطر چی است بخاطر که یک منیجمنت استثنایی در یک اداره یک کشور است که در کشورهای دیگه فکر کنم که در مورد سرنوشتشان اینطور یک اداره نباشد همین دفتر قطر خودش قسمی که شما فکر کردین که شما لطف کردین گفتین که به اشکال مختلف بالای سرنوشت ملت افغانستان تجارت میشه آیا این دفتر قطر هم شامل همون تجارت میشه یا نمیشه این پس منظر شد چی تصور میکنین همین دفتر قطر هم و یک نکته دیگه رو عرض میکنیم که همین خانم سجد چرا آزرده صحبه کنم نمارد شما برنامه شما میشنیم او اظهارات میرشته باشه چی میگو؟ این کنتا در مورد از هم یک لطف کنیم چیز بگه چی میگه سجد؟ دیگه اویده این بولان شوخی گفتم سجد جان چی گفته سجد جان ما نشنیدیم اولان تلویزیون خانم سجد کامرانی در مورد برنامه شما اظهارات انتقادآمیز داره اگر خودشان یا خودشان در برنامه دیدن میمان شوند که مستقیما به شما اظهاراتشان بگوین و یا دقیقا از دوستای دیگه تقلید کردن میفهمن ما تقلید کردیم گپایشان همین گپایی که شما میزنین اونا همین گپای شما را برای افکار عامه و تعبیر خودشان رد میکنن شما در مورد از کوتاه چیز تشکر خوب حق داره که رد کنه ما خود نمیگم که شما رد نکنین نه تنها اونا هر رسانی دیگه میتونه که رد کنه سجده جانم میشناسم سابق مگر او را ما حق میتونم که زد ما گپ بزنه مگر ما والا چون نشنیدیم منتها یک دفعه ما همه گفتم که آقای شفیع عیار یک دوسیه برای ازی انداخته یک دفعه یک پروگرام گفت که ما دوسیه زیر طالب بسته نکدیم به خیلی مامور یک چیزی که مرا گفت ما خود مامورم نشنیدیم منتها همو یک وقتی یک چند سال قبل بود که غوغاوی ازی را گرفته بود ثبت کرده بود منداخت که نساگواری غو میزنه ترا و یکی دیگه گفت که به نام نبیزاده کدام نفر است به نام اونا اینجا یک کورپوریشن نان پرافیت درست کرده و پول در جیب خود میزنه و دیگه بازی قهر شد و او را ما برای مسکینیارم گفتیم مسکینیارم پولای بدخشان دزدیده و هر کسی که دوزی کنه ما میگیم و شفیع عیار آمد در سر پرده تلویزیون هم و ورقایی که نزد کالیفرنیا ثبت شده بود او را انداخت گفت این دوزی میکن بازی نتانست که او را دفاع کنه اون را گفتیم ما یک بار گفتیم مگر درباره خود سجده جان ما چیز نگفتیم صرف همی بخشی چیره که شفیع عیار گفته بود یک بار ما گفتیم شاید همون سرش بد خورده دیگه او را باید بد نخوره دیگه او چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است او را باید اگر گرفته او پولا را پس بیاره بته برای مردم اگر نگرفته باید دفاع کنه برای شفیع عیار راپور بته و آدم هم دوسیش هم میگه ما نگاه کردیم که هر وقت این خانم باز مدافعی خوب کرد او را ما میگه دیگه ما سجده جان چیز نگفتیم نه چهرهش نه پروگرامش دیدیم نه علاقه و قضیات علاقه هم دارم چرا نه که ببینم پروگرام هایشان مگر وقت میسر نمیشه که کل پروگرام ها رو بیگی کی چی میگه او آمد دیگه دفتر قطر خوب برادر چی هست دی دو سه سال باز بود خوالی چرا او رو بسته کنه ناقی بر ناقی یک چیز جوی که او میره دو دفتر هم موجود است یک من بی از او دفتر افغانستان آزاد کردی در اونجا نگوشیشن صورت گرفتی چند سال در اونجا چی بود
اونا ناک بر ناک چرا بسته کنم؟ یک عقل خوب باید کار کنه. او نمیفهم نقصی از او چیز عقب پرده نیست. خواه یک دفتر از در همونجا خلیلزاد قرارداد امضا کرده. ما میگم یک دفتر پر افتخار باید باشه برای طالبا. بله سلام علیکم، از افغانستان میفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. سمیالا جبار خیلی ما سنگه جبار خیلی سب جور پا خیلی سه خبری آورید خبری دی و آورید ولا پول خبری ما آورید و منگا خب ننه پا افغانستان کی و منگا گورو نستاج پاتی کی و تبلیغات دیر دی خب اول خود اگه فرهاد دریا کلپ مشو آورید اگه ویلی چی فرض مثال اونر غذای رو اونا رو خواست کلا غذای رو که دی نیشی پوش غذای رو چی در تا قرآن تلاواتو که در قاری سه باست غد واره چه آقا روح در تازه کی و بل مثلا جناب خطاب صاحب امنیت ماشاءالله خامنیت دی او یواز استونزه چی پا افغانستان که در اقتصاد مثلا در بل زمونگ و تاسو در تجاران اللہ تعالی در انصاف ورطور کی چی در دالر و تقریبا یو سلو دیش تم رسیدله و اما غنر خونه او اوست چه پینزات یاو تم رسیدله دی اما غنر خونه دی نو ده امارت اسلامی ده مشران نمونگا تقاضا کهو چه داغا بازارون کنترول کی پنیل خطر چیز مونگا و تاسو طول حقیر فقیر خلق دی اخپل زان تا احتیاج خلق دی نو چه دوی تم یاو کومک و یاو داغا وشی نور با دامنیت نگانا ماشالله طول امنیت تامین ده نو وخت دین سمجه دا ډیره مننه او هم داسې ده جبار خیل صاحب مننه امنیت ستون د فقرات امورو د ژوند امنیت ده او هغه باید حکومت یې ونیسي او د فعلي شرایطو کې حالې کې وخت میږه امنیت آمده ی مهم است شما برین به درازای 40 سال اخیری که جنگ و زدن در افغانستان آغاز گردیده با بر قدرت ها و جنگ های داخلی جنگ صورت گرفته یک عامل بسیار مضحک بسیار جگرخون کننده اجتماع افغانستان بی امنیتی ها بوده که هرکس در خانه هرکس در رای چور کدگر کو در امریکا هم تجربه شد چند بار یکی همو یک بار یک رادنی کینگ یکی بود او را پولیس امریکا رفت سفید پوستا او را زد و کند و اینا و یک غوغا میان جامعه سیاپوست بلند شد و سر در جای میرفت چور میکده تا لس انجلس چور کدن یک حالی بود سر همه چیز به هم خورد یعنی که بسیار مختصر بود و زود و کنترل شد مگر در این ممالک چون افغانستان و دیگه که هیچ بازخواست نیست قانون نیست پلیس نبود حاکمیت حکومت نربانی و دیگه در این کابل چه حال بود 60,000 کابلی زیر راکت بم کشتار همی حزب وحدتی که امروز از حق غم پنشیری مرده امروز محقق رزیل هم میدیدم دوستی خوب است من میگم هزاره تاجک پشتون برادر یک دیگر هستن با هم هیچ فرقی نداریم زیر پوشش افغانستان همه مذاهب و همه اقوام داخل میشه فرقی باید صورت نگیره مگر به صداقت و همکاری با مردم افغانستان عدالت و اینا در که سبقت حاصل کرده مادم خوب است از عرب و تاجیک بود در کسی که بود یعنی رعایای خوبی کشور باشند که باز بسیار خوب است مگر آمدیم بالا ای که بسیار روزهای بدی گذاشته شما ببینید امروز طالب که آمده با خود واکن سکیوریتی را آورده اینجا و تق و پق و یک شولگک روشن میشه و یک دایشی مدراید یک مسجد مگر امور هم کنترول کردن به صورت عام ببینین مراجعه کنین آمار ببینین روز 500 نفر کشته میشد در افغانستان جنگ بود و یک زل از او طالبا بودن واقعا جنگ میکردن مقابل ممالک اطلاف در افغانستان به سرکردگی امریکا مگر جنگ بود مگر حال مطلق کنترول دارن مردم بسیار خرسند هستن فقر کی آورده فقر امریکا آورده فقر میراثی است طالب فقیر نساخته کسه مالش ندوزدیده رشوت نخورده کدام مصیبت بالاش اینمی حالت بود وقت طالب آمد 9 میلیون خونج امریکای نخت و چخت فریز کردن دیگه در درون کسایی که پول داشتن گریختن
در اینجا و در اینجا و اونجا و میبینیم در مجالس در امریکا کسایی که پولا رو دزدیده آوردن با خود در اینجا قید کردن در بخشاک به اروپا بردن، به استرالیا بردن، بیرون رفتن دیگه. همین نخبگان افغانستان یه دوزای واقعی و وطن فروش ها سب زدن سب پولای افغانستان اونا دزدیدن و کسایی که در داخل هستن اونا هم پولای خود در جیب خود زدن تا که ببینن وضع چطور میشه. دیگه کما که شما حقبین هم باشین، اگر حقبین نباشین خداوندم شما رو میبینه که بابا اگر نفرت داری از طالب مگر حق خوب بگو در برابر دشمنتان هم که قرار گرفتین حقایق بگوین. او وقت ایمانتان متجلی میشه که وقتی شما در برابر یک دشمنتان قرار میگیرین و شما بر حق نبودین بالای خود شهادت بتین، طوری که آقای مذهبی صاحب پسر شهیر آقای فیضانی اینجا دوست ماست در یک مجلس گفت بیشک مرا خوش شما آمد، گفتم اما نهایت ایمان وقت متجلی میشه که یک مسلمان در برابر یک دشمن خود که بالای ازی ادعا داره و ای آدم بدانه که مقصر هست و بالای خود شهادت بده که بله ما شاهد هستم که ما مقصر هستم و اونجا ایمان یک نفر به شکل واقعی بینم ایمانتان به شکل واقعی متجلی بسازین، باشین دشمن طالب، طالب بد ببینین مگر واقعیت ها را، چون باز خوب به کرکتر شما تعلق میگیره که کی هستین شما، واقعیت ها رو باید بداره. و ما هم که ببینم طالب کجروی میکنه میگم بیادر پروای طالب مال ما نداره، مگر اگر حقایق هست خب بگوین دیگه، چرا ایره پرده پوشی میکنیم. به هر حال برمیگردیم میریم سراغ یک چند اعلان یک وقفه. لطفا لاینای ما همش مشغول است و دیگه هم تلفن میزنن، لاینایتان نگه دارین با ما باشید. جواهر فروشی سوزان در شهر آمبور، اشتایندم شماره 37، با سابقه 30 سال، با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شماست. همچنان انواع و خشت های مرغوب 24 کرات به قیمت های روز در سوزان جواهر فروشی قابل دستیاب می باشد. مشتریان عزیز، شما فقط در سوزان جواهر فروشی انتخاب وسیع از جواهرات را دارید و انواع سفارشات شما پذیرفته می شود. سوزان جواهر فروشی، اشتایندم شماره 37، 299 شهر آمبور. شماره تماس 00494243283. مجده 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 به هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور، شرکت بارچلانی و ترانسپورتی یوسف رسانی افتخار دارد که اعمال شما تجاران محترم را از افغانستان به کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، دبی، ترکیه و دیگر نقاط جهان در اسرع وقت با بیمه مطمئن و هزینه کم انتقال می‌دهد. و همچنان این شرکت آماده است اموال شما را از کشورهای اروپایی، دبی و ترکیه به طور مطمئن و با کرایه مناسب به کشور عزیز ما افغانستان انتقال دهد. تاسو کولی سی د خپلو د مالونو د لیږلو لپاره زموږ د شل اسانتاو څخه کار واخلئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره د لندنی شمارو سره اړیکه ونیسئ. بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟ بله آقای دکتر، بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟ بله، اتفاقا اسم این نفر دائم تکرار میکنه. حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش. نه خیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. عزیزم من کیم؟ کامران یدیدی. هر خونه میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگنلند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتبط فرش‌های دست‌باف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما میتونید این فرش های مرغوب دست باف و ماشینی را از آدرس های بروگ شماره 9 20457 شهر هامبورگ، هاون سیتی، و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت. We in Kale Mohsin, which is on the outskirts of Kabul. We're furiously trying to unload as people are coming in so they can take their much needed supplies home. This is a nation right now that is in need. There are millions of people who are food insecure. The weather is only going to get worse. The situation this month and next month, we are very concerned with how many children, how many people may die from exposure and from hunger. سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دایبیتی، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند، علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ، از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر، دوسلدورف، شرکت ساعد، افغانستان، شرکت پامیر نوآوران، هرات، کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لندن، انگلستان، شرکت پامیر، لندن. نعیم انشورنس سرویسز تقدیم می دارد. قابل توجه افغانان عزیز، آیا با سن 65 سالگی نزدیکید؟ می خواهید فرماهای مربوط مدیکر و بازنشستگی را به شکل قانونی آن آماده و ترتیب دارید؟ می خواهید پلانهای مدیکر موجود شما بررسی و تشریح گردد؟ می خواهید بهترین پلانهای مدیکر برایتان توضیح و انتخاب گردد؟ بالاخره برای ارائه معلومات در رابطه با مدیکر، همه پرسش هایتان را با برادر افغان خود با زبان خودتان در میان گذارید. محمد نعیم رفیقی که در این راستا دارای تجارب چندین ساله و معلومات هزمه قوانین ایالت کالیفرنیا می باشند و لایسنس انشورنس مدیکر و بازنشستگی دارند، شما را قدم به قدم همکاری خواهند کرد.
همچنان با ارائه انشورنس عمر یا لایف انشورنس هم با قیمت‌های خیلی نازل در خدمت شماست. برای معلومات مزید با محمد نعیم رفیقی با شماره تلفن 805-624-2337 با تماس شوید. دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده د افغانستان پیکو بغږیږو لاینای ما مشغول است لطفا از افغانستان تلفون بزنید و بالای مسایل افغانستان بیاین با هم صحبت بداریم وضع افغانستان پرپیچ شده بیاین حقایق از این طریق بیان بدارین شبکی جهانی است واقعا ساتلایت داخل افغانستان خصوصا یاسات خانه به خانه صدا و سیمای تلویزیون پیام افغان میرسانه به مردم عام افغانستان و میخوایم نظریات عام مردم افغانستان از داخل بشنویم که چی میگذره تجارب اونا برای ما جالب است به حال بله سلام علیکم جناب خطاب سلام خدمت شما و بیننده هایتان آقای هجران سب سلام علیکم وعید هجران ببرمان ما میشه یک برای فعلا ما شنونده صامت هستیم میشنویم صحبت های شما را و او روزی که شما آقای مجاهد آوردید برای انترویو بسیار کار جالب کردین اما افسوس که وقت کم بود و ایشان رفتن دیگه اما سوالات ما باقی ماند تا دیدار آینده بله شما درباره فرهاد دریا یا بهتر بگویم فرهاد جوی صحبتهایی کردین فرهاد دریا یا جوی یک هنرمند مزخرف است یک آوازخوان هیچ اصلا نمی خواندنهای زی آهنگایش چنگ بدل نمیزنند من نمیفهم که چطور شهرت پیدا کرده این شهرت کاذب است یک وقت یادم است که به افغانستان بودیم خانم محوش استاد محوش به یک خواننده بسیار خوش آواز و با رسالت ما شماست و بسیار با استعداد همیشه کمپوزایش آقای خیال جور میکرد و یا آقای یک ترانه‌ساز اینا یک دفعه این به دست این فرهاد دریا افتاد گفت یک من برای کمپوز جور میکنم یک چیزای مزخرف برای دو بیچاره جور کرد که بخی همون سقوط کرد محوش برای چند وقت بیچاره در حالی که مردم بسیار علاقه داشتن به استاد ماوش بلاخر از دیده دی خود خلاص کرد و باز رفت بشه دیگه کسا برش کم خود کردن پس به شهرت خود رسید حالا مشکل دیگه از دی آقای فرهاد دریایی است که بچه خود ما خود تخلص فامیلی ما هجران است ما تقریبا 70-75 سال این تخلص داریم که پدر انتخاب کرده باز این آمده نام بچه خود هجران مانده او خود البته اسمشان خواد بود یعنی نام بچه خوده یعنی نام اولش خواد بود تخلصش نخواد بود نه 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 نام اولش اجران هست خود نام اولش اجران دریا اجران دریا خب اطورت که یادم احمد هست همی فهمه که اجران تخلص می باشن last name می باشن نه ای که first name بازی دفعه مانده هست دیگه اونه دگان دفعه پدر خوار می شد می گفت دیدی احمق هستایی که یک اجرانه که تر کرده اجرانه گریان می کنه تشناب ببرین اجرانه که رای پر بندازین می گفت چی که احمق هست که گرفته تخلص مانده بسر نام بچه خود خب به هر صورت خب ما هر چی در باره بگویم که هم از مگم توقع ما از توقع و انتظار ما از امارت اسلامی است که دمی کارهایی که در اواخر میکنن تجدید نظر کنن شما شاید خدا شاید است شما شاید هستین که ما همه چند نفر طرفدار و اواخا جانبدارشان هستیم خوشبینشان هستیم که بودیم از اول و میگفتیم که خوب شد که ما را ملت ما را وطن ما را از دست از شیاطها
آزاد ساخت دزدا و فاسدین. بنال امید است که اینا بهتر و بیشتر در راه درست برن، صراط مستقیم. بله. کارایی که میکنن یک زرگک، امروز روز میخواستم تلفن کنم امروز آقای مجاهد جا بزنم که این کارایی که در یه آخر کرده اینه که مثلا همی بسته کردن مکاتب دخترها متوسطه و عالیه و دیگه حجابای عجیب و غریب، این چیزهایی داره تاثیر میکنه و شهرت تان خراب میکنه، مردم کسایی که پشتتان هست الایتان میکنه. انشالله که آواز پروگرام های شما رو نمیشنون، حتما هم یه آواز من رو میشنون. شاید کوچک ملت افغانستان، یک فرد کوچک ملت افغانستان ازشان میخواییم که در رفتار خود تجدید نظر کنن. جناب خطاب تشکر از فرصتی که من به من دادین. زنده باشین، موفق و کامران. خدا حافظتان. یقینا همونطور است، خداوند رحمت کند، رحم خدا کنه بالای افغانستان. دی کشاکش ما ایران میمانم، دوزم میگه خبردار و صاحب خانم خبردار، مگر ما بم تو دیده روشن آفتابی میبینم که چی حقایق افغانستان چی هست. گل روی دلار بسیار نازک بود، بسیار مردم کشانید، بسیار مردم از دین از موقف خود کشانیدن به طرف دلار، به طرف منصب باداورده، در حالی که همو آدمی که وزیر شده بود، معین شده بود، اگر همه توی حالت نرمال می بود، شاید او سالها رو می گرفت که تا رتبه به رتبه بالا بره و بره و بره و سه چی میگم لباس کهنه می کد و می کد تا که به یک درجه وزارت و دیگه و دیگه. از اینجا راسان می رفت سه وزیر سه. نه تنها که وزیر باز، اما وزیر یک پیداگری داشت که چندین پروژه دو بالاگی او که در پروژه یک میلیون و دو میلیون بزن و دیگه کو. ما مردم صاحب قفای پای ما سایده شد در امی امریکا، جگرهای ما خون بده و از امی صبح بده و تا شب، نه تنها که خود ما، خود امریکای های سفید پوسته که طبیعی همی ملک بودن هم اینجا تولد شدن صاحب، یکیشان دو نمیشه بسیار قدر هوملس داره امی امریکا، در امی لاسنجلس بی خانه مردم در سر سرکا زندگی میکن. و یه آقا گل بابونه رفته پیسی تکس و مالیات ما در اینجا در امریکا دادیم، این رو رفته داده برای همین آدم که برو دوزی کد افغانستان. افغانستان یک کتله دوز و دوزی و رزالت بود و هم دشمنی که دمونجه بودن و هم از بیرون رفتن برای دشمنی و سای پوره افغانستان بیرون کدن و آوردن و از هر محلی هم که رد می شد که حالا وزیر صاحب می آسایب راه بند می شد و تبنگوالان باید خود گوشه میکرد و فقیر بیچاره در روزی هزار نفر یک رزیل که هیچ سید تو تهمیت نداشت و تنفروشی میکرد را به خاطر از او بسته میشد. و امروز هم دولت وزیری آمده در کابل و یک طالبی که هزارها طالب انتحار کرد و استشهاد کردن و سینه خود سپر کردن مردم افغانستان، در برابر اونا یه حال آمده استاد است که باش دولت جان آمده و ریش مانده. لعنت به تو ریشای واقعا تصویری که مردم باید تصویر کنه. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام. بفرمایید خطاب صاحب، اگر یک مصاحبه با مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی اگر اختصاص بدین و همچنان با مولوی صاحب متقی اگر وزیر دفاع نمیشن خب میسر نمیشن اینیم یا دارشون دعوت کنی خطاب صاحب از یک طریق کمیار یک مصاحبه کنی، خصوصا در وقت زمانی که اداری آقای بایدن هم در تصمیم است که بر رسمیت بشناسه امارت هم ولا گفتم بیادر ما چی هست امیر اگه کار کنی بسیار خوب است خطاب صاحب، مردم هم میخواهد که یک مصاحبی را با شما از هم مولوی صاحب محمد یعقوب هم از متقی صاحب اگر او را امی آقای چی اونجا رفته آقای قدیر مومن در کابل است، او را خواهش کنیم یا نمریش به یک ترتیب. ما هم والا تنبل شدیم بیادر، همی کل زندگی ما همی عقبی بده و بده و یک 16-17 هزار مصاحبه شده از مسابق، ولی ما هم یکمه که میگم خب برو بان همی افغان هم پروگرام پر کنم بسیار مشهور رو میباشه و انشاءالله همی رسل چکار میکنیم خدا کنم. تشکر. آجی میراج سلام علیکم. آجی میراج سلام. بله بله سلام علیکم. وعلیکم سلام. بله بله احترام تقدیم خطاب سر محترم. وعلیکم خوش میشم که سر به تصویر تلویزیون سر میبینیم، بسیار فکر ما خوب میشه قدر
از کجا می فرمایید؟ از کابل افغانستان. آه بسیار حالا چی گپا سب در کابل افغانستان؟ ولی سب ما خزمی جمله تکسی اونا هم هستیم سب خوب. در کابل با مدر گیدیم خوب خوب درست خیلی دیگه بگویم 20 سال بگویم یا کم و زیاد از لیز داختر بگویم سب نمی شار زندگی میکنیم ولی واقعا نه بعضی وقت خود سب والی خود مردم سب جنگای فیسبوکیست بزرگوار آه هم درست و دی وطن خواست باور بکنن که هیچ کدام مشکلی نیست و نمو چند نفری که در خارج است و نمو فامیلایشون اینجا است به خاطر از ما پیسه یک چیزی چی میکنن بان کمی مردم بس کنه در افغانستان اوضاع خوب نیست اینجا جنگ است اونجا جنگ است تو به خاطر که اونجا قبول شود یا کلشان صاحب تو کارا یاد دارن این مردم ما صاحب چیزا را یاد دارن با خدا باور بکنن که هیچ از عقل انسان دور میباشه اینجا مثال در ما خودم هم وقتم و پنچیرم رفته بودم نیک سواری چی بوده باور بکنه اونجا ما خودم چاش نان خوردم دیگه که اینجا آمدم در تلویزیون در امریکا در اونجا مظاهره بوده گفته که بدر نسل کشیست و دیگه سی. یعنی در حال است که بخی آدم تعجب میکنه که این دنیا هم باز با رزو توجه میکنه سه. که اینی خودش یک گپی است که باید دیگه توجه کنیم کلگ برادر باره همه با هم دست بتیم بیادر اینمی یک مردمی آمده که بر ماش ما خداوند داورده اینمی اگر کدام نواقص داره نواقصاتش سرشان اصلاح کنیم و یا هم از که برای خود یکم داره پایین بشینه و در سیستم اسلامتی واقعی خود در اونجا بیان که ما همچون برادرهای طالب ما هم افغانستان باور بکنیم دوستشان داره و این مردم که هستن و بخاطر نمی که آمدن هیچ کدام گپ سخنی نبود بخاطر زمین بود که همه مردم بیا تسلیم شدن یعنی خوش بودن مردم خوش باور از برز یا بسیار خوش باید نمی اگر از این وطن برا باور بکن کدام گزینه ندارم بخدا که در بدن بدن باز نام افغانستان هست کسی ببینن با ایران باور بکنی خداوند برای ما شما یک چیز را دادم خیر اگر پشتون است وزبک است هر کسی که از کل دست به دست شاید از امی جنجالا بکشیم خود است و یکی ما سای به یک چی دارم پیغام دارم بزرگوار ما که بسیار ببخشن به بیننده های محترم هم سب چی نباشم یعنی مردم هایی که در خارج هستن اگر میخواین واقعا افغانستان دوست هستن وطن خود دوست دارن خواست بر رضای خدا اینمی خواهین این فاسدینی که زمین جا پول بردن پولی ملت از همین مردم هم دو شریک هست همین خارجی ها که کسی در خارج زندگی میکنن همین ماجرینی که در همین خارج زندگی میکنن همین شریک هست همین پول شریک هست اما تو برن صاحب اخگیری کنن و لط کنن و کب کنن که به آینده کشور و هر کس باور بکنن اگر یک سیلی او را میزنن فکر کن که خداوند اجر شمیده اگر صد رو پزو بگیرن فکر کنن که خداوند یک لک رو پشما را اجر میده دیگه ما از خواهش کنم من صاحب چی میگه ام غری ام چی میگه دوزی ام ساز فرنگی یعنی می کسایی که دوزدیدن رفتن وطن فروشی کردن صاحب همیشان آمدن صاحب این یار طرف میبینین بالا صاحب نشستن و صاحب بغل کشی ها هر کس بمرایش میکنه و هر کس بغل کشی کنه یا دست از عبادت بت حرام است بمرای تو مردم واقعا ما بر تنجیدی می درست میگه مگر اینکه بدل تو کوپ کو پیسر ازش بگیره مشکل است و کار خداوند ازش بگیره خداوند به امرای زینا معامله کنه خداوند اینا را سزای همه تو واقعی که خداوند چوب صدا میگه خدا صدا نداره باز بیبی که چی میکنه خداوند به امرای زینا این ملت قد بلند میکنه پس مردم گرسنه سیر خواد شدن و برهنه پنهان خواد شدن و مردم خواد برگشتن یعنی خداوند بعد از هر تاریکی یک روشنی را روشنایی را در آیات قرآن فرمودن که بالای مردم میاد تا عبد بدبختی ها و تاریکی نخواهد بود مگر بدا به حال همین مردم که در این مجرا اینا را انداختن امتحان کردن و واقعا توق لعنت به گردن اینا افتاده تشکر لالا ای گل ما میراد شد ببخشی خطاب بزرگوار یک تاریخچه واقعی همی چی را که من سب بشون دیدیم در لغازی که دیدیم و مستند وارد یک چیزی بودم خود من در وقت نو کمی سب چی می شدم قندار بودم همی مجاهدین که سب چی شدن در وقت زمان و چی بودم؟ این سب همی وقتی که ما سب قندار رفتم در وقت سب همی جنگ بود وقتی جنگ رفتم سب دیدیم که واقعا بچه با بچه با مرد نکامل شد فکر که سب اینم اقا فساد بود که تا چل ما ماندگی بود سب دیگه بود همین مولا ما دومه را خونه خدا با بخش سب اینمی آدم اونم بی واقعا که یک امیر المومنین به خاطر بوده که اقدام کرد سب آلا چی شد ببخشین باشین که بله سلام علیکم و علیکم سلام خدا سب خواسته که بیتونم خیلی فهمی خیلی تاس خواسته شکر تاس چو که
زه مومن دي مزاحد مومن مو مهرباني وکم مومن تاسو تاسو د خپل پروګرام دی او خو نشریات دی الحمدلله ته ما یا ریوتر کوم معذرت آقای حاجی میراج ما معذرت میخوایم سهوان دکمه را زدم قطع شد دوباره تلفن کنین هم داستان خیر دیر رو بکم مومن سه مهرباني نه دا پیزیش کالا تاسو پروګرام زاورم او میشه تاسو د لپاره خدمت کوي خائنین و غداران چی که وطن کی چور چپاول که اگر خلق تا اختار کوئی دا ساسولی خزمت تی اوز ما دا خبال وطنوال نا دا خواهش تیش که ارس وی خیانت کرده غداری کرده دا اغی مرگور توب باید چیو کی؟ اگر درشل کالو کی دا کرزی حکمت انیولی تر وسا پوری کم خلق چی خائنانو دا اغی مخالفت تا کرده همیشه یاد کلی بد چی بدو کنه خجی خجی یاد کلی تعریف او وقتی ایت نونی نو چی پا دا کرزی پوخت چا بدا باور نکو چی تعریف با بیر ازی او تاسو دا حق طرف داری کولا او دا خلقم بیادا ولد نو خزما ارز داری چی تاسو دیر کلی پروگرام دی همیشه هم حق ویلی دی او دا خائنی تاسو رسوا کلی دا پلا ستاسو نشریات نوی دا خلق بچار رسوا کوي هیڅ څوک نه رسوا کوي دا پروګرامونه موږ ټول د ریوګان یو ټلویزیونونه ګوري یو دا شنه کوي چې د خاين نو وخت نو ټول چا په زده دي ټول خاين چې دا د مرګوتوب کوي تاسو ډیر پروګرام او تا جات شوم او زما د خلکو نه دا خواهش دی چې خپل ځان مو ګناګاروي چې څوک خاين خاين سره مو کې نه یم پاتېږي نه مرګوتوب کوي خپل ځان مو ګناګاروي رافل خه خبر دیو ما دا خبر دا او دا تاسو پروګرامونه ماشاالله دي خو پروګرامونه یو باندې تاسو باور وکئ زه نبیل دلته راغلی یم وی وادي او زه پکې وم والله بالله چې وطن الله سور کړی دي ځکه چې ضرورت شي د وطن چا غلا کړی د چوری کړی چې په اولی کې زه دا غي طرفدار نه یم هر هغه څوک چې وطن پرستی او د وطن ګټې ساتي دا غي زه طرفدار یم دا غي باید موږ ټول مرګو ته وګورو موږ دا ټول مرګو ته وګورو دا وطن تختل جوړ او دا وایم یو شی درته وایم مومن صاحب چې دا یو کور کې چې څوک خایني باید د کور کورنۍ خلک ورته ورسي ورته وایي چې ورته خیانت کوي د کورنۍ نوم بده مګر کې یو بل سړی راځي ورته نشد کوي بیا کورنۍ خفه کیږي او سترګې کش نیولي او خدای هم هغوی په غضب ګرفتاره کوي فامیل بس به تباه شي دوی او په خدای زه درته وایم ځینې کورنۍ د ما دغه زموږ په دننه په کورنۍ کې څو خاینه وو یو دوه درې وزیرانو رئیسانو دا وو کله به چې ما د اکا په زوی په اشرف غني به مې تبصرې کولې او په هغوی به مې کولې خبرې دوی خو چون په همغه هغه کې وو پلیرانو د سیاست اغون فامیل خفه او چې ولې د یمګ ورور ته ولې وای نور دنیا ته کوي پروا نه کوي مګر د یم ورور ته وای سر موږ سره بيخي متارکه وکړه او زم ډیر خوشاله يم چې یو خائن له ما سره متارکه کوي او یو صادق تعریف کوي او خدای د صادقانو طرفدار ده یو شی درته وای هغه ما یو فامیل کې یو سړی دی وای ورور رات چا سره سلام علیکم کوم غیګه زنه غواړم چې خلک رانه خفه وي او هغه خدای ویني په غضب گرفتار کی چې هغه ګوري چې سره خیانت کړي وطن خرج کړي خلک وزري د لپاره چې ما سره راځي ما ته شاباس وایي د ما نوم تخلص میادی بل می کی نو زه باید هغه سره تقدیر کم چې ما احترام یو یو غل راځه یو خائن راځه یو یو رزیل راځه له ما سره بغل کشي کو زه افتخار پی کوم هغه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې اگر کمترین ایمان دیتا شده ده چی نفرت خوو که لزوه نه ایچ لامقه نمتاریکه و که لره سی لامقه سری آوری خبره بی بلکل استاسو شتا سی زد تا نمیم چی یو سری بغلا کری وطن بی چیز کری ظلم بی کری نروا بی کری قتل بی کری و تا داغی مرگو تو که خود خوده بغزا قتل دیگه سر کی گو سرا گنور چن نی سیمی شو سرا ما که بزرکی وطن نفرت و لرا تو ولی خپل زنگو نانگاری ستا گوروری او غلای کری تا تی مرگو تو مکاو تا داغی مخالفت و کی دغه شی نه موږ د افغانستان خلک ټول دا شی وکړي او دا وطن کې به دا خپله خاینه ورکېږي خو دا چې یو سړي به غلا کړي هغه به ورته چاپلوسي کوي هغه به ورته راشي دا ښه نه شوه ورسره وکړي هلته له مه کوئ د خدای دپاره خاین خاین دی او وطن پرست وطن پرست و یو شی درته وایم دا خبرې چې تا وکړې ته اجر ګټې دا خبرې چې ما کړي انشاءالله چې خدای هلته موږ ګوري اجر راکی هغه څوک چې دا کارونه کوي په لعنت دې خدای گرفتار کیږي لعنت گرفتار کیږي او تاسو باور وکړئ زه کله کله د خلکو ته صدا وایم د خلکانو پر چمن چې وو هغه وخت زه په وطن کې به ومه نو ما وته هم دا خبره کړه چې زه به کله بس کوم تاسو ګړيږي مې تاسو حق دې ګړيږي نه تاسو خاين وطن خرڅ کړئ دا شان چې باید ښکاره سړی وو چې ته خاين دې هغه به ګړيږي نشي
یا متارکه وک کنه موای بلاور پس خدای دې دوی سره معاملو کی مگر ته بیخی متارکه وک هغه چې یو رزیل سړی سره ته یو یګانه شای چې ته کولای شي نور دلته خو دې سوکو دا جنگ خو سپیان کی هغه باید هغه سوک واچو جنگ وکاو ویل ټکول دا درست نه دی یو بل چاته بد رکیک الفاظم دې خو سړی په شان کې نسته مگر دې عقل متارکه وک دا نفرت له بدوی خو باید وکي دا خود خدای عقد په تاسو باندې چې له منافق نه له وطن پلورونکي نه له هغه نه ډېره مننه لتانه مومن صاحب دلته بیروبار ده بلې سلام علیکم علیکم السلام غفوري صاحب معذرت می خواهم که بیروبار ده می لینه نمیدانم در کجا بودم فرق نمی کنه جناب خطاب صاحب بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته جناب خطاب صاحب آقای سیاف یکی از سران فراری و شیطان بزرگ که در لباس انسان و رهبر جهادی تعداد از هموطنان ناآگاه ما را فریب داده است در این اواخر از خواب غفلت بیدار شده و در صفحه فیسبوک خود از خداوند متعال استدعا می نماید که ملت افغانستان از این درد و مصیبت بزرگ نجات یابد. وقت این نیایش کاذبانه و عوام فریبانه این آقا را دیدم لازم دانستم که نکات را به توجه آقای سیاف برسانم تا در صورت که این آواز به گوشایش برسد اندک شرم نماید. اولا با آقای سیاف توصیه می نمایم که در فکر ملت و مردم افغانستان نباشد، چون آن قدر جفا ستم و خیانت در حق ملت کرده ای که دیگر نیاز به دلجویی تو ندارد. بهتر است هر لحظه از اعمال شیطانی و جنایات گذشته ندامت و توبه نسول مایی تا باشد پروردگار بزرگ گناهایت را مورد عفو قرار دهد. ثانیاً اگر واقعا به وطن دلسوز بودی چرا در زمان اشغال آمریکا و ناتو که روزانه صدها هموطن ما به شهادت می رسید و هزاران دختر و زنان افغان با دسیسه های مختلف اشغالگران و نوکران داخلی آن به عفت و مورد تجاوز قرار می گرفت و تو آقای سیاف در قصرهای مجلل فغمان شب و روز در عیش و نوش و مستی بودی. یک روز دست دعا بالا نکردی که وطن ما از مصیبت واقعی نجات یابد. نه تنها این کار را نکردی بلکه گرگ های درندت مانند قماندان ممتاز، قماندان امان الله گذر، قماندان الماس و سایر غاضبین زمین در فکر چور و چپاول و غصب زمین های مردم بیچاره و زمین های دولتی بودن. جناب خطاب صاحب من از این شیطان بزرگ سوال میکنم که چی شد آن همه قصرها، آن همه دارایی ها و آن همه زمین هایی که از مردم غصب نموده بودید؟ شما به پروردگار حکیم و دانا دعا برای مردم افغانستان نکنید، چون الله بزرگ با علم قدیم خود دعای مردم مظلوم افغانستان را قبول فرموده که شما دزدان و وطن فروشان را از وطن فرار داد و سرزمین مقدس افغانستان دور انداخته شدید که حتی رای بازگشت ندارید. آنم وطن با عزت و بیچاره ما که در وطن به اندازه یک قبر در زمین جایداد ندارد، ولی در انگام مرگش تمام سرزمین افغانستان در اختیارش قرار دارد که آبرومندانه دفن می شود، ولی برای تو و امثال تو که هزاران جریب زمین را در اختیار داشتید در وقت مرگتان به اندازه یک قبر برایتان در افغانستان جای نخواهد بود. بازم توصیه می نمایم که هر لحظه استغفر الله بگویید و از گناهتان توبه نسو نمایید، یعنی توبه خالص.
جناب خطاب صاحب، انشاءالله در برنامه فردا اگر عمر باقی بود یک موضوع بسیار مهم را با هموطنان خود شریک می سازم. بسیار تشکر. ومن الله التوفیق. تشکر. واقع سیاف خود نمیدونم دو پروف شده باشه. قوفاش و ناسزاد دیده قدر خود ازی دعای بد کمایی کده. یک نفری که قاتل باشه، قاتل هزارها آدم در جنگای کابل، او را هم زیر چی میگه قومانده احمدشاه مسعود سگ تازی واری میدویدم کابلیا را افگار افگار کرد. جنگ خود واقعا در میان حزب وحدت سیاف و همین جمعیتی که با شورای نظار از درست شد و که چای مسود و که فلانی فلانی همین گرگاهات با هم چسبیده بودن در کابل، همه را در گردن هم گلبدین انداختن که گلبدین را کت زد یا کلگی تبریه خلاص. و امروز محقق غم پنشیری را در پنشیر میخور و همه افشاری ها را میخوردی که با هزارها افشار، یکی قتل افشار خو یکی فاجعه تاریخی افغانستان است لوده. مگر امینا شما نبودین که میخوردین یکی دیگه خود علی خوامده سب هزاره هم آرام ساخت و پنشیری هم در پنشیر آرام نور و نمک پیدا کده. پنشیر از اسلحه پاک شد، دگه شد گزمه است، دگه هر کس کاری خود میکنه. برادر دگه نه از حق از او قهرمان استفاده میکنه، نه چوچه و بچه قهرمان و نه یک و قانونی لنگ و رزیل روبا صفت. به هر حال ما چی عرض کنم قربانت شو. بله سلام علیکم. خطاب صاحب داد سنگی قضی صاحب جوری پخیر بوری و دانتا گوری بیادارا گولی بیادی دلچسپ اخری للی یه بول افتخار چیم بیاد پا برخستو پرون پا معفل کناس تو هایو نفر رو ایل ده کندار دی ول پا ده کندار پا گرد دکان روی که سهار هر وقت چی ده خطاب صاحب ده دی سون نی خدمت کردی پیامی افغان در ازا که وطلل زی خواهول نتلل چیزی که خلاصی که تولی پا جهان کی نی وازی پا کندار کی پا گرد افغانستان کی داستا ده تفسیر شریف دیر پا شو گزوگ سر آوری پا ده کنداری والا دیر خوشحال ده دعوت که ناس تونه سر ده خبری اک روز ده کلون جی پیامی افغان آورم بلخصوص کندار ده شولار سمه ده سار چرا اوز با گرد دکانوی که ده پیامی افغان ده قرآن شریف تفسیر دی ویل کیزی را به خدار صاحب کن بیاز نوکی شاعت و لارزو دا ډېر ښه خبرې وکړه. یو خو زما ستا د اوږې باندې زما را سپک کړي دغه د کتاب خبرې چې تا یاده کړلې دا د یوه میاشت کېږي زما په ذهن کښې و چې ما زمینه مساعده سې زویم اشارات وکړم تا یاده کړلې چې ده وویل طالبان په څلورو برقي رایه په کور کې ایښې ده په څلورو ټوټې کوي بیا په څلورو دروازې وځړوي بیا که دوی دغه څه ګساخي دغه جنایت یې وکړي را سې زما په خوله کښې میتیاز را وکړي دا یې هم ویلې وې سوش پت بوتان چې ولی مسعود ما ټول کړي وو دا سالګره چکوله د هغو نغمې دي وایي راغې خطاب صاحب که بېرته شاته وړاند شو نو زو څلورم په زمانه کښې هغه یو نفر و چې ډېر فسېګوی وو هغه حضرت عمر فاروق غوښتل د هغه د ګستاخي په مقابل کښې د هغه یو څو غاښونه د وزې غواړم ورماتې کړم دا حضور صلی سلم اجازه ور نه کړله ول یا دا کار مه کوئ دا سړی به یو وخت په درد خوري او رښتیا هم هغسې سولله هغه سړی به د حضور صلی سلم په زمانه کښې چې اسلام راغلی مکه فتح سولله د هغه بلاغت او فصاحت ډېر تاثیر وکړي نو رالو دې ته دا ګنجایش ولا خبره نه ده چې لري کښې نه لري پرځن دا وزیري دی یا نو نفر دی دغه موږ دا فیصلې ته ونه رسېږو وایي وې ځغلی به در کوره نه در ګوره دا خلک چې اوس را ځي عفې غواړي یا دې د ملت څخه د جهانه څخه وایي ما وبخښي ولا خبره نه چې دغه دپاره به بېله څه ګوسه لري ګنجایش لري کښې نه لري یا پرځن په دا پهپه ورځ تا دا دغه د نیازي وو او دا بس خلک چې دي ښه دی چې ته ما امریکا زما هغې ګډه وده پوښتنه ده چې امریکا مشهوره نه یې که وایي ته هم دغسې یو نیازي دي په دغه نوم ستانکزی دي په استبیا کښې یو بل په امریکا کښې هغه دغه ورته وایي ولا خبره یم هغه یو غټ چاغ سړی دی نوم یې هېر شو دا د امریکا تر اوسه پورې ده دا دغه په مقابل کښې د جنرال جنرال پروف نه مې هېر شو د دا جنرال مقابل کښې ګوساخي هغه امریکا تاییدوي د هغه نظام تر اوسه تاییدوي نو ښه دی چې ته دغه ته په هغه څو سره فصاحت و بلاغت و
چرا سر چې خبرې کې د ګرد دغه ځانو سه واز تا اوري نو ته پښتو کې نو په نامو پښتو کې نه دي ساوري کور دی ودان دا مو زوره سره سره ته خیر خلک نه در کور وای وې زه در کور نه در کور دا خلک بښو کې نه بښي دا ملت خیر حق د ملت کاري طالبان هم انشاء الله دا دې دې راځي بیا دې صاحب نامه ته ور بیا راسي جرات زبی اولاد شي د مجاهد زبی شي بس خلک پښتنې لري هغه هم حل شي د افغانستان مظلوم تاسو علاوه ولاسي په فساحت او بلاغتو بخبري چې ستاسو سره ده په لور کې دا شي ګویا شي مننه قاضي صاحب خبري یې رسول الله څخه خبره ده دا خبره ده 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 طالبان په څلور دروازه کې تللی ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه ولا زر ستاسو ډیره مننه نو شي جانې ولا لعنت خدا دیگه چی شده میتونه بعضی مردم خداوند از بعضی گناهان نگاه میدارن وقتی شما خداوند وکیل بسازین یک لطف خداوند معمی است که به یک جرم به یک گناه به اینا شما را از اون میرهانن نمیگذاره که برین ما با یکی از دوستا گفتم که که به این نگردین که کی چی کرد این را بپرسین که چی کی چی نکرد یعنی خود پرهیز نکردن از این از بدی ها دوری ورزیدن هست یکی از او همی تمتیشن بود امو چی میگه ارزوها و خواسته ها و هرسی که ولی چوکی نداشتم باش ما وزیر شوم و این شوم و دیگه شوم باش پول نداشتم پول دار اردور خداوند برایشان گذاشت که بیانه رفتن سب زیر دامن اشغال سگی کدن و منصب رسیدن پولارم دزدیدن و لعنت خدا رو با خود تا آخر عمر نه تنها خود از اونا همی خاندانی از منفور هست برای مردم افغانستان چون چرا خاندان او را یا امو فامیلی از اونا برادر که امو که دیگر او را چرا گذاشت خداوند اونا را انشاءالله مؤاخذه خواهد کرد یک داستانه که کوتاه ما باید دارم در آوان جهاد میگه یک خلقی دم کابل دیگه تو دواتشه بود آغاز در وقتی حفیظ الله امین دیگه بسیار خلقی ها رضی الله دیگه بروتا رو چرب میکرد و سب که ولاغ بانو میشه و سب برای حفیظ الله امین گفت که ما میرم دم قوم خود اونجا بابی ما هم اونجا سو فامیل ما یک تیاری هلیکوپتر رو بتین ما یشرا رو به دادش میرسم اونجا احوال آمد که فلانی بچه فلانی میایه و سب آمادگی گرفته بودن همه همین مردم وطن میگه اینی آدم آمد از هلیکوپتر پایان شد و سب اینا به رسم ای که آدم فرار نکنه و بغل کشی و ستره مسیر و چطور استی و خوب استی و سب زیر درخت یک چایم برای ازی ترتیب کرده بود و اینا خوب که آرام شد و افرادم که با اینا آمده بود اونا رو سلای خود گذاشتن سب عمله کردن و آدم ها گرفتن در درختی که زیر از او سیده بود دیر بستن و میخواستن این رو چارماری کنن و بکشن و علاو اکبر و اینا و سب توفنگ والا هم نشستن و سب زنگون کش کی رو بکشن و سب نگه از طرح پدرش خبر شد که بچهش آمده و زیر یک درخت رو بستن او میگه دویده آمد که بلی آز خدا بچه مرا نکشین او مردم گفت که اگر آمدی خود تو رو میکشین گفت نیمه نامدیم که به سر خدا تبریه کنم یا فرزن از چنگ شما برهانم گفت چرا؟ از جیب خود یک تفنگچه را کشید گفت مسئولیت اول از ماست که من اولاد خود را تربیت کرده بودم که باید خدمت کنه برای وطن و ای خیانت میکنه و وطن فروخت و دهری شده و از اسلام عدول کرده و سب مرتد شده مسئولیت اول از ماست شما نیست ما باید به فرق ازی میگه آمدم جلوش استاد شد کلمه شهادت خواند و الله اکبر گفت که بچه ما تو را برای خدمتی وطن فرستادم با مکتب و مدرسه نه ای که خیانت کنی دیگه ما نزد خداوند و رسول گردن خدا خلاص میکنم و سب زد میگدم فرقش مغزش پران و مردم تعجب کردن که پدر اولاد خدا در تو مواقعی که شیرین ترین اولاد است به قتل میرسن دیگه حالی در یه خاندان یک کسی که رفته برای وطن فروشی و سب و اونجا وزیر شده و موین شده و سب نمیدانم جنرال شده و دیگه شده سب این چی میگه منصب و سمت هایی که در ارگ و باز بالای زو افتخار کو باز سفر کو برو سب
امریکا بیا و باز برو ترکیه برو باز دبی برو ساتیری و سرمایه گذاری خواهم و پولی مردم بدبخت و بیچاری افغانستان بود و خداوند روا داشته بود که امینا مردم همه تو مسخه شوند اما پول در سرشانی از یا بار کد که برین آل خوردام نمیتانین و در یک تو اگالت زار افغانستان و خود امی رسم زندگی از اینا شهادت میگفت که اشغالگر برآمد اینا فرار کدن رو با آوار گریخت و ایستا ایستا ای فروکش میکنه سید نه دیگه کس حق زنم میخوای خسته کن شده و نه مکتب زن به تعویق افتاده همین دختران مگه مکتب میرفتند همین توی اگه حالتی که معلم نیست و سید مدرسه ساعت اول یک پسر چیغ میزد که ما میریم این ساعت اول یک معلم می یک چیزی میگه و باز ما میبرایم میریم خانه هیچ درس و تعلیم درک ندارم اگه حالتی وحشت است یا ایستا ایستا چی میگه قالب بگیره در حقیقت درسم مکاتبم باز میشه و درسم آغاز خواهد شد به شکل واقعی شما میخواین مدرسه برین یا برین در مدرسه تعلیم کنین این دخترها رو به شکل نمایش طلوع میاره و سب که باش در عرصه جهانی یک لکه بدنامی بر طالب برسه بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم او دورانی سب دیمگه دوست سنگه خی جوړ په خیر چیرته او ځوان دی و سیانه ماشالله دی تا ذهن ته چې تمره زر سړی پیژنې او دا حق نه مې څوک په هغه حال تا ته خلک کې دا پیدا نه دی موږ خو دوست دی مې تا غا اورې دلې دې مهربانه وي هر وخت او ځوان دی و سه خیر یو څه خطاب ته اعظم مخکله دی چې یو دوه خبرې وکړم بیا د قاضي صاحب نمبر مې هم د سیاتارې دپاره په کار و چې په لندن کې سخت مشکلات و کښې ده او درې ماشومان نجونې هم لري نو زه هغه په عذاب کړم ځکه مې ستا تکلیف درکړه خو یو به دا دپاره دریا په هکله یو څه ووایم اجازه یې مهرباني وکړه پره دریا د خان آباد د کندوز نوم خو دې اورېدلی بد کړی د شیرخان د خان آباد او قندوز هم چې دا شیرخان بندر چې ورته وایي دا شیرخان د دې سړي نیکه و دا د هغه کړوتی کېږي ناشر سروار چې دې سپین زر شرکتونه جوړ کړي وو مرکز قندوز کښې وو دا خبرې نو هغلته یې ورور ده قندوز کښې خپله ورور دا سړی نه خوښوي هغه منکره ده هغه وایي چې دا بیخي د موږ ورور نه ده دا فراه دریا او دا په قوم خرو کښې دي مغه د ببره کارمل په وخت کښې راغلی وو هغې ته وایي د باران په نامه یوه ګورو جوړه سوې وه درې څلور لنډه غر وه ظاهر وایي دا سره به یې بدلې وې هلته بمبارۍ چلانې د افغانستان په خلکو باندې او دوی به هلته ګډلې او میلې به یې جوړولې نو دا هغه سړی ده یعنې په قوم خروټی ده د مغه د شیرخان د کورنۍ ده خو قوم د دوی نه منکره د زه نه منکره ده او زه وینې په قندوز کښې هلته به چې وو هغو خلکو ته به یې خوند نه ورکوه چې دغه وایي یادی کښې چې دا یعنې زموږ خپل ده او بل اوس دغه چې موږ به ځو نو د خیر افغانستان ته هم اوس خو هلته وروره په تلیفون سړی نه وژل کېږي د شپې سړی بېغمه خوب کولی شي او بل دا چې هغه خلک واقعا خدمت کوي فایاشۍ نه دي اخته په پیسو چور کولو په غصبو په دې نه دي اخته په خپل مابین کښې په رقابت او په جنجالو نه دي سره اخته او هغه خلک همدغه یې وطن ده مهغلته به اوسي که هغه وطن په هر حالت وي نو معلومداره خوښوي به یې چې هغه وطن جوړ کړي نو ځکه به څه به د خیره مهغه وطن ته یوانشاءالله ولې نه امنیت ده چې زه بېرته ځم د خیره له خیره لاړ په هر لحاظ اوس مناسب وخت د ښار پاک ده چټلي ورځ په ورځ کمېږي ځایونه پاکېږي سړکونه جوړېږي ډېرو ځایو ته اصلا سړک نه وو سړکونه شروع شوي چې سړک هم وځي سړک په څېر نه وو هغه ترمیمېږي هغه خو څوک نه ښکاره کوي ولې چې وایي دا خو وروره دوی ته د دوی په ګټه ده د دوی د نیکنامۍ سبب ګرځي د طالبانو د عمارات هغه نه ښکاره کوي یو معمولي شی پیدا کړي حجاب حجاب څه خو د هغه خپل امریکا کښې دا زموږ خپل خپلوان دي ټول حجاب کوي ښه په قدر په عزت ده چینې کوي وروره څوک ورته ګوري لا نه ټول خلک په سپکه ورته ګوري چې خدا دا څوک دي څوک نه دي موږ تا خو قدر عزت په مغه حجاب کښې ده وخت یې نه بیا ما ته تلیفون را وکړه زه به یې نمره درکړم انشاءالله دا د تلفون نمبر دې نه لرم دا به څنګه خپل نمبر درکړم دغه د تلویزیون په پاڼه یو تلیفون ګورې زه تلیفون درکوم لاله زه به تلیفون درکړم سلام
همونطور از امروز دیدم در افغان انترنشنال یک مصاحبه با امرای خانم با نام خانم مجاهد و خانمی که در کابولی طرف طرف میده و چیغ میزنه و کهک زنه و دیگر دیگر به نام مبارز اونا را و یکی هم یک آقای دیگر هم آورده بودن که از طالب ها یا حکومت طالب دفاع میکرد و جنبی دینی شکور میکرد. در اگه سبر ما بسیار جالب بود که امون نطاق برای امون خانم مجاهدی که در آلمان زندگی میکنه و به رسم احترام امون اجابم پوشیده بود بازم ماسک هم زده بود. او را میگه که حالا ماسک زدی دیگه چی میکنی در آلمان؟ خب برو افغانستان. یعنی محل اقامت خودت آلمان نیست. باید در افغانستان باشی چون لباس طالبی را که از امر و نهی طالب اطاعت میکنی و او چیغ میزنه که به طالب ارتباط نداره. حجاب کسی دین اسلام میفرمای اگر طالب بگو یا نگویا من میره میپوشم و اگر دلم شد امیتنا مسکم میوردارم ما در آلمان اگر اونا گفتن باید میپوشم یک کدام چیز بد نیست و این شلا بود که یعنی وقتی بالا اینا زور میایه یک کمی در بحث گیر میایند دیگه با چیز دیگه ندارن که دلیل بگه خب شما از اینجا نقل کنین برین در افغانستان در حالی که در امی امریکا شما باور کنین امی لباسی را که یا حجابی را که طالب امروز مروج ساخته و ماسک یعنی می اولادای ما در مکتب اسلامی میرن و در اونجا تدریس میشن و اینا تا صنف 8 دارن یعنی بعضی خانمای محجبی میان که یعنی حتی با کلی هم چشمشان هم معلوم نمیشه در این ملک امریکا و بالای اونا کس طالب هم نگفته که چرا لباس حجاب چرا ایتون است هیچ کنترل نداره در امریکا آزاد هستیم که حجاب بپوشین نمی پوشین دیگه دیگه در قواعد امریکا که آدم برهنه خو نمیتونه در خیابان را بره و خلاف قانون است مگر از لحاظ خود لباس هیچ جبر بالای کسی نیست قانونا میتونه لباس را یا هر دینی را تعقیب بوده آزادی دین و بیان و آزادی اینا موجود است بسیاری مردم از زمین راه های دور اسلام خوب تمثیل هم میداره و دیگه از دورهای دور بر افغانستان خدمتشان رسیده شما من بسیار مردم هم میشناسم که از امون پول عقلی خود از امون هزار و یک 800-900 دلاری که امریکا کمک میکنه برای امی پیچه سفید ما و کهنسال ما یک 50 دلار فرستاده که در زندگی حیات یک گیتیم یک تغییر مثبت به مگر او کسای نخبه ها و تعلیم یافته ها و دیندار ها و که الله اکبر لا شرقی لا غربی و رفتن و سر دزدیدن با میلیون ها میلیون دلار. ولی فرقی او آدمی که 800 دلار عاید داره و در امریکا زیست داره زندگی بخور نمیر داره میخواید در اونجا تغییر بره و این رفته و پولای از زورم میدوزده بیرون میکنه پولیش هم دزدیده وطنش هم فروخته خوش خدمتی هم کده تا آخر هم اونجا در کابی از اونا دویده ولی فرق خداوند هم میبینه و برادر این غنایی که پول مردم در جیبت باشه چقدر بد است یعنی یک خدا میدانه بدی از زور انسان نمیتونه تفتیش کنه اما تو که در لابلای پروگرام اینا گفتن که با همون مردم شما مقاطع کنین واقعا درست میگه برای زی که با هر کسافتی که چی کنین دستایتان بوی میتک چون اینا به حد بد بودن در 20 سال ولی با امرای دولت وزیری یک طالب استاد میشه که برادرش هم شهید شده و دیگه هم زیر قمانده همی آدم زیر شعار همی آدم و مطالب خداوند ماخذه می دار خدا کنه این طالب های حرفای ما را بشنوه و گوش بده اگه نتا ما مکررن بیان می داریم اینا کسایی را دعوت کنن که خدمتگاری ملک باشه هر نفری را که چون دولت وزیری یا امی وزیرا و امی رزیلایی که در اونجا بودن و در رکاب دیگه دویدن چون سیافو که فامیل سیافو که نمیدونم عطای چورو که دیگه و دیگه یا ای کسایی که از ماحول ما دیگه طرف طرف رفتن و مردم افتخار میکنه که وزیر آمد یا را اگه دوباره جلب و جذب میدارن خب اونجا مردم با اینا لعنت میگن و اینا خودشان هم میگه حکومت همه شمول متشکل است از همه مردم نه ای که همه قاتل ها همه اگر اینا را همه تو میارن سب مثل هم بودنه را که شکار میکدن و که و امرای ریسپان میزد و میزد که در کنج اینا را گیر کنه بیاد افغانستان باید به جزای اعمالشان برسه دولت وزیری را هر جزای بته مردم بر طالب کردیت میته و خورسند میشن به هر حال گران و دوستان و تاسیه هر یوب خدای سپار و تر سبا انشالله
بیا به سرغگی گو. خدا کنه که حرفای من بالای شما دوستان عزیز یکان بار کلمات رکیک میشه، یکان بار کیلو قال داره همی کار و بار ما مردم به کمک جدی میشیم. در رسانه هایی که مرا گفت که مرا بد میگن، من خوش میشم که مرا بد میگن یا خوب میگن نمیگن، نمیفهم که چی میگن. مگر هر چی میگن نظری از اوناست، اما آنچه اونا میگن او را من میگم نظری اوناست. و هرچی من بیان میدارم مسئولیت حرفای خودم دارم و یه آزادی را دارم. و یک چیز برتان بگویم که هر کلمه را که من بیان میدارم، حرفای را که من عرض میدارم، من حضور خداوند در نظر خود دارم. اگر یک دروغی بگویم عقب یک نفر یک چیز را بسازم و ساخت و بافت کنم و معامله کنم و دیگه کنم، خداوند مرا میبینه. من اینجا نشستیم که اجر بردارم و یک میکروفون باعث یک محل اجر و مکافات خداوند که خداوند نصیب ما بداره. حق گویی کار یک مسلمان است، امور بیشک کنیم، نه که اتهام وارد کنیم و دروغ بگویم مثلی دیگه که الا کلی پنشیری را پراندن و گردنش زدن و که خانش چور کردن و که دروغ دروغ. اونا اگر عقیده داشته باشن، خداوند اونا را به مصیبت گرفتار میسازد. مگر اگر واقعیت باشه و ما ببینم که طالبی کارا رو کرده، باز برادر ما همینجا نشستیم دفاع میدارم، حاجت هم مردم هم نیست. گران دوستان و تاسی هری و خدای سپار و پا مخم خدای خدای با.